أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين اللهم صل على محمد و لعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. این جلسه آخرین جلسه هستش که پیرامون آرزو صحبت میکنیم. در جلسه گذشته به این نتیجه رسیدیم که آرزو هرچند لازمه زندگی بشری هست و جزء ضروری لاینفک زندگی انسان هست، اما برابر با سعادت نیست. شرط رسیدن به سعادت است. آرزو مثل یک تیغ دودم میمونه که به کمک او میشه به سعادت رسید و اگر احتیاط نکنی میتونه تو را از سعادت بیاندازه. اگر انسان به امور باطل، اموری که استحقاق ندارند که بهشون علاقه پیدا بشه، دل ببنده و اونها رو آرزو کنه، از سعادت واقعی قطعا ثابت میشه. و اگر چیزهایی رو آرزو کنه که در راستای سعادت واقعی او هستن، این آرزوها او رو به سعادت خواهد رسوند. و گفته شد که برای رسیدن به سعادت باید آرزو کنترل بشه، یعنی هر آرزویی تضمین کننده سعادت انسان نیست. آخرین نکته و نکته بعد، آخرین نکته‌ای که درباره آرزو این جلسه میگیم این هستش که یکی دیگه از دلایل اینکه آرزو، رسیدن به آرزوها مساوی با سعادت و خوشبختی کامل نیست، این هستش که آرزو داشتن تابع معرفت و علم و شناخت انسان هستش. یعنی چی؟ یعنی خیلی از امور هستند سعادت بخش هستند، ولی به خاطر که انسان از اونها آگاهی نداره، جاهل هست، اونها رو آرزو نمی کنه. و متقابلا اموری هستند که ضد سعادت بشر هستند و بشر به خاطر نادانی و یا هوس بازی اونها رو آرزو میکنه. پس صرف این که انسان آرزو داشته باشه و به آرزوش برسه باعث خوشبختی نمیشه. قاعدش هم این هستش، من قبلا هم عرض کردم این قاعده رو، به جاست که یک مرتبه دیگه عرض بشه. با اون این بود که طلب مجهول مطلق گفتیم محال هستش، یعنی چیزی که کاملا مجهول هست و هیچ آگاهی انسان نسبت به اون نداره، اونو طلب هم نمی کنه، هوس هم نمی کنه. شما کی هوس یه چیزی رو میکنید؟ کی یه چیزی رو میخواید؟ کی به یه چیز دل میبندید؟ یه چیزی رو آرزو میکنید و دوستش دارید؟ زمانی که یه آگاهی نسبی نسبت به اون پیدا بکنید. اما اگر همچین چیزی رو شناخت نداشته باشید و اصلا از دایره آگاهی شما خارج باشه، خب انسان چیزی که نمیدونه که هوس نمیکنه که. چیزی که باش آگاهی بهش نسبت بهش آگاهی نداره، هوس نمیکنه که. مثلا فلان غذا هست که تا به حال ما نخوردیم. ممکن است غذاهای زیادی است در خارج از کشور ما نخوردیم اصلا. هیچ وقت هم حوصله شون نمی‌کنیم. نه اسمشون رو می‌دونیم، نه خوابشون رو می‌بینیم، نه حوصله‌شون رو می‌کنیم. متقابلا غذاهایی در ایران هستش که کسی تو ایران نیست حوصله نمی‌کنه. اما وقتی آمد داخل ایران شد از این غذا خورد، چه بسا باز حوصله بکنه. حوصله، میل، آرزو، علاقه، محبت کی ایجاد میشه؟ زمانی که انسان برخورد بکنه و در این برخورد بهره برداری بکنه، یه حظی، یه بهره‌ای ببره تا بعد آرزو کنه. لذا نمیتونیم بگیم سعادت و خوشبختی برابر است با آرزوها. چرا؟ چون امور زیادی هست که واقعا سعادت بشر در اونها هست و بشر به خاطر اینکه جاهل هست نمیخواد اون رو، اصلا آرزو نمیکنه. و چه بسا امور ضد اون رو آرزو بکنه به خاطر همین نادانیش و یا اسارت در بند هواهای نفسانیش، اونها رو آرزو کنه.
مثال واضحش بچه هستش. یه بچه مثلا شما بهش بگو بچه 5 ساله که شما آرزو چیه؟ خب ما واقعا به عنوان انسان برای اون آرزوشون میگه، حالا مثلا نهایتا میگه من آرزو می هست یه موتور داشته باشم دیگه، یه دونه مثلا یه دونه ماشین داشته باشم، حالا مثلا خیلی بزرگی توش تأثیر گذاشته باشه، بزرگی پدرش و کسای دیگر دیده باشه، آرزو میکنه مثلا یه دونه مثلا ماشین داشته باشه، یه دونه نمیدونم تراکتور داشته باشه، اتوبوس داشته باشه، یه دونه نمیدونم خیلی راننده قطار بشه مثلا. بهش بگی بچه 5 ساله مثلا تو چیکار میخوای بکنی؟ دختر بهش بگی مثلا تو چی دوست داری؟ تو 5 ساله چی میتونه دختر بخواد دیگه؟ دختر 5 ساله مثلا یه عروسک که مثلا حرف بزنه یا مثلا یه چیزه تو این سطح دیگه، همین حدود. یا مثلا یه شغلی رو تو یکی از این خانم ها ببینه بگی من میخوام مثلا پرستار شم، میخوام مثلا معلم شم، میخوام چی بشم، میخوام چی بشم. این حدشه دیگه، بیشتر از این که نه. یا یه شغلی رو انتخاب میکنن یا مثلا یه شیئی رو انتخاب میکنن، میگن که ما آرزو داریم این به این برسیم. خب این بچه هست دیگه. مثلا دختر به سوال کنین که نمیگه من مثلا یه شوهر خوب میخوام، یا به پسر مثلا 5 ساله بگی که تو مثلا چه آرزو بگی؟ من مثلا یه زن خوب میخوام، یا مثلا بسر شدم یه زن خوب، خدا نصیبم بکنه با این خصوصیت، نه. یا یه خونه مثلا میخوام، نه. شما اگه دو چرخش ازش بگیری کلید یه خونه رو بهش بدی میندازش تو اون خونه، میخوام چی کنم من؟ چرا؟ چون شعاع درک یه بچه همین مقدار هستش، بیشتر از این نیستش. یه بچه اینقدر میفهمه دیگه. نهایتا حالا اگر لوازم و وسایل ارتباط جمعی زیاد بشه، مثلا میبینی بچه هم تو تلویزیون هستن، بگه من دوست دارم مثلا هنر پیشه بشه. بعضن هم این که میمونه همین خاطرات و آرزوهای دوران بچگی منتقل میشه به جوانی و نوجوانی، میبینی که در خیلی از جوانها و نوجوانها هنوز همون آرزوهای دوران بچگی هست، یه ذره قوی تره. مثلا اگه اونجا عروسک میخواست، یا اونجا مثلا یه دونه ماشین کوکی یا دوچرخه یا موتور میخواد، الان مثلا یه ذره بزرگتر مثلا آرزو میکنه مثلا هواپیما داشته باشه، یا مثلا یه دونه خلبان بشه مثلا بتونه پرواز بکنه. اینو میخواد دیگه، بیشتر از این نه. بعد یا اینکه مثلا اون موقع فرزن یه اسباب بازی ساده میخواسته، الان علم پیشرفت کرده مثلا یه دونه دستگاه آتاری اومده که مثلا ده ها بازی میشه باش کرد، آرزوی اینو میکنه. یا مثلا من یه دونه آتاری داشته باشم باش بازی کنم. ببینید میزان علم، میزان شعور و آگاهی افراد در نوع آرزوهاشون تأثیر داره. اما اینکه واقعا این افراد همون چیزایی آرزو میکنن که درست در جهت سعادتشون هست، خیر اینجوری نیستش. درست اونی که بخوان در جهت سعادتشون باشه، همیشه این گونه نیست. همیشه این گونه نیست. تاریخ ثابت کرده که اکثر افراد آرزوهایی رو میخوان که هیچ موقع اون آرزا در جهت مصالح و منافع اونها و سعادت و خوشبختی اونها نیست. الان مثلا شما در تلویزیون میبینید فرضاً شبا مصاحبه میکنن یه خبرنگار آقای، خبرنگار خانم میره مثلا سوال میکنه، به نظر شما آدم خوبه در زندگیش هدف داشته باشه؟ اونم میگن خب بله، من نمیشه که هدف نداشته باشه. مثلا یه زمان راجع به هدف دار بودن صحبت میکنن، بعد میگن هدف شما چی هستش؟ من هدف اینم نیست مثلا، غالبا همین تعاریف همین جوری میگن دیگه، یه دونه مثلا پزشک خوب بشم، یه مهندس خوب بشم، یا بله من آرزوامو تنظیم کردم، اهدافمو تنظیم کردم، الان به هدفم رسیدم، دارم درس میخونم دانشگاه، هدفم این است که برم توی دانشگاه. یعنی انسان اینقدر سقوط پیدا میکنه، مبتذل میشه که مثلا شعاع خواستش و آرزوش به عنوان یه انسان میشه این که من برم مثلا یه شغلی رو بگیرم. انسان با شغل خوشبخت مثلا میشه. ببینید چجوری سقوط میکنه انسان. من برسم به اینکه دکتر بشم و هیچ، ببینید اصلا تمام این آرزوهایی که شما هم تا صدا و سیمای خودمونم دارید میبینید به عنوان یه مملکت اسلامی از طرف افراد ابراز میشه، جوانها و نمیدونم دخترها و پسرها، هیچ کدوم یه آرزویی نیستش که با هستی انسان، با حقیقت انسان پیوند خورده باشه. یعنی اصلا با شعاعی که خدا انسان آفریده جور در نمیاد، شعاع ابدی، یه وسعت ابدی نیست دیگه. نهایتشون همین حدود است دیگه. خیلی خیلی رشد بکنن که من آرزوم این بودی که به دانشگاه راه پیدا کنم، بعدا موفقیت درسی دارم، رسیدم به این.
من دکتر میخوام بشم یا شدم، یا آرزوی من این بود بچه‌م دکتر شده شد و مهندس بشه شد. این به حال همین بود، حالا مهندس تو رشته‌های مختلف یا پزشک در رشته‌های مختلف یا دکتر در رشته‌های مختلف، اینه دیگه. به هر حال یا متقابلا انسان چیزایی آرزو میکنه که اصلا به سعادتش نیست، به نفعش نیست، به مصلحت او نیست. میزان آگاهیش همون مقدار هستش. یعنی نوع آرزو چی هستش؟ تابع معرفت و شناخت هستش. اولا طلب مجهول مطلق محال هستش، چیزی که انسان به شناخت نداره طلب نمیکنه. ثانیا اون مقداری که میفهمه آرزو میکنه، بسته این هستی که به چقدر کمال رسیده باشه، از چقدر کمالات اطلاع داشته باشه، چقدر کمال سراغ داشته باشه، دیگه اون حد آرزوشو نشونه میگیره. مثلا میگه من میخوام اون بشم، اینقدر دیگه، اون مقداری که انسان میفهمه. اما آیا دانش بشر مطلقه؟ آگاهی او با جهل آمیخته نیست، با هوای نفس آمیخته نیست. عقل او عقل کل هست که همه چی رو درک بکنه، تمام خوبی ها و تمام سعادت و تمام واقعیت رو شناخت داشته باشه و صرفا با تکیه بر دانش خودش بگه که من مثلا، یا با تجربه خودش بگه من مثلا فلان چیز رو آرزو میکنم و این منم به سعادت میرسون. واقعا خب این گونه نیست. در روانشناسی جاهل اگر یادتون باشه این نکته رو عرض کردیم، یکی از خصوصیت جاهل این بود که الجاهل و یستوحش مما یعنی صبح الحکیم. شخص جاهل از اون چه که شخص حکیم نسبت بهش انس داره و از اون لذت میبره و خوش است با او، شخص جاهل اصلا وحشت میکنه. شما الان مثلا دارید درس میخونید، کار خوبی دارید میکنید دیگه، کار عاقلانه است، درس خوندن، تحصیل دارید. یا مثلا میاد تو این جلسات میشینید با حوصله، با میل، هر هفته راه دور و درازی رو بعضیاتون من میبینم طی میکنید میاد اینجا. خب حالا اونس هم دارید، میاد میشینید جلسات رو، مطالب کلام اهل بیت هستش و قرآن هستش، مطالب حکیمانه رو یاد میگید. اما آیا همه همینجوری هستن؟ شما در اطراف خود سراغ ندارید کسایی که بیان بشینن تو این جلسات حالشون به هم بخوره، اصلا خندهشون بگیره و اصلا کسل شن پاشن برن؟ چرا؟ خب چرا اونا اینجوری هستن؟ اون الان اصلا بهش میگو فیلم سینمایی، همینجوریش پاش شروع میکنه درزیدن که من پاشن زود بودم برم پای تلویزیون فیلم را دستم در نرم. یا مثلا فلان فیلم ویدئو، یا عروسی مثلا هست، امشب عروسی من برم شکممو بچرونم، یا چیزهای دیگه بریم با رفقا بگیم توی خیابونا بوق بوق با ماشین اونا، با موتور، و یا مثلا پارکی جایی چیزی دیگه، نهایتا یا مسائل دیگه. اینقدر میخوان دیگه، همه که نمیخوان. اگه قرار بود اینجوری باشه که الان خب جمعیت که اینقدر محله و منطقه که هم جمعیت اینقدر که نداره که حالا شما 50 نفر اومد اینجا نشستید. همه اینجوری نیستن. همه اهل مطالعه هستن؟ نه. همه اهل علم هستند؟ نه. همه اهل عبادت و مسجد هستند؟ خیر. همه اهل توجه به مطالب علمی هستند؟ باشن برن مثلا دانشگاه درس بخونن، ریاضیات، مثلا فیزیک، شیمی، از اینا پزشکی بخونن؟ نه. یه دسته مسخره میکنم، یعنی بیکار رو درس بخونن. چی؟ یستوحشو، یعنی وحشت میکنه از اون چیزی که آدم فهمیده باش انس داره. میترسه. زود حوصله‌اش هم سر میره. کتاب بهش میدیم میذاره کنار. مثلا نمیتونه بخونه، مثلا باز میکنه نگاه بهش میکنه تمام دلش میگیره. مسجد میاد همینطور. حرف از درس خوندن و دیپلم هستش باز میبینه که میترسه. حرف از دانشگاه رفتن هست میترسه. حرف از حوزه رفتن و مدارج علمی معنوی، مدارج علمی الهی رو طی بکنه میترسه. حرف از قرآن هستش و آموزش قرآن هست، درس داره نمیاد چه. تنفر درش هستش. حذف از فلسفه اسلامی هست، عرفان هست، فقه هست، حدیث هست، هیچ انسی درش نیست. جاهل اینجوریه دیگه. جاهل از خصوصیتش این هستش که اون چه که عاقل باهاش انس داره اون ازش وحشت برش میداره. خود ما هم همینطور بودیم. خود ما هم خیلی وقتا این کاری که الان داریم میکنیم یه موقع خوشمون نمیمد بکنیم، فرار میکردیم ازش، میترسیدیم دیگه.
الان میگیم که ای بابا نه ترسی هم نداشت، خیلی هم لذت داره، خیلی هم خوبه، خیلی هم جالب استش، چون فهممون زیادتر شده، افزایش پیدا کرده نسبت به این کار، اونس پیدا کردیم. قبلا نه، قبلا شاید خیلی هم بدمون میومد، مثلا از شنیدن این مطالب دینی، از جلسه قرآن. بچه مثلا شما نگاه کنید، بچه الان میخواد بیاد بشونی سر یه جلسه. من یادم مثلا بچه که بودم، خیلی کوچیک بودم، پدرم مثلا تابستونا خب ما درس میخوندیم، بعد درسمونم خوب بود و زیادم درسم میخوندیم، بعد تابستون رو گفتیم این تابستون رو ولگون کنید بریم یه ذره بگردیم برای خودمون، راحت باشیم، خودمون تو این چشمه علی و کوها و این بیابونای اطراف خفه میکردیم دیگه، از نمیدونم یا تو آب بودیم یا میرفتیم تو این بیابونه ملخ میگرفتیم مثلا، و نمیدونم برای جوجه هامون مثلا نمیدونم غذا جمع میکردیم و از اینا، یا فوتبالی بازی میکردیم، بازی دیگری میکردیم دیگه سرمون. بابا صبح به صبح میخواست مثلا ما رو برای جلسه قرآن، تابستون میگفتش که برو استو بنش جلسه قرآن، بعد ما نمیرفتیم، فردا میگفت استو نوشتی، یه بهونه دیگه میوردیم همینجوری، مثلا این تابستون میذاشت دور تابستون، بعد گفتش که برو دیگه ببین همه بچه‌ها دارن میرن. خب مثلا اونجا هم خیلی بودن میرفتن، بچه‌ها زیاد بودن، سنشون زیاد از ما بالاتر بود یا هم سن بود فهمشون بیشتر از ما بود، اونز داشتن میرفتن، ما نمیرفتیم، باز یه تابستون در میرفتیم. سال بعد خودش میگرفت میگفت نه دیگه نمیذارم بری، باید دستان رو میگرفت میگفت سرمون کلاس، معرفه میگرد به استاد اسلامی نوش، بعد میگه حالا باید به سری سر کلاس، بعد من میرفت سر کلاس، مثلا یواش یواش لذتش میمد، زائقمو درک میکردین رو خوشحالم بودیم، میرفتیم مثلا خب قرآن با شوق و ذوق میرفتیم، ولی تا وقتی آدم ادراک نمیکنه این رو فرار میکنه که اینا بیکارن، مثلا کیف نین چشمه علی به این باحالی ول کن آدم بیاد به سر جلسه قرآن بشینه او از این چیزا بخونه، اینجوری بود دیگه. ولی وقتی میری میشینی لذت میاری، پیشرفت میکنی، روح مطالعه پیدا میکنی، همینطور بود. بعدی ما روح مطالعه پیدا میکنیم، یادم مثلا همسنای ما اون موقع یک قرون میگرفتن از شما، حتما بعضیتون سنتون بوده حتما اون موقع، مثلا یک قرون روز به روز یا مثلا چند روز میگرفتیم. من یادم بود اصلا خرج نمیکردم پولم رو و این یک قرون رو جمع میکردم، میشد 5000، پنجشنبه به پنجشنبه میرفتم یه دونه کیان بچه ها میخریدم اون موقع که مثلا مطالعه کنم. بقیه مثلا تو مدرسه یا آلاسکایی اون موقع بود، نمیدونم شانسی بود و نمیدونم از این نرمک ها بود و چیزایی که اون موقع مثلا زمان ما بود و فوتینا و از این چیزا، خلاصه استفاده میکردن. ما نما نگه میداشتیم، وقتی ذائقش اومده بود یعنی لذت رو چشیده بودیم که این چقدر خوب هستش، بعد اصلا راحت خرج نمیکردیم، بقیه مثلا نمیدونستن خرج نکنه. اگه شده من یادم مثلا بچه‌ها هم کلاسیه ما پول قرض می‌گرفتن که اون روز مثلا آلاسکاشون قضا نشه، خدای نکرده حتما آلاسکا رو بخورن. بعد ولی ما اصلا خیلی راحت نمی‌خوردیم، اصلا توجه نداشتیم، میل نداشتیم به این چیزا، فقط حواسمون به پنجشنبه که روز پنجشنبه بیاد اول کله صبح پا می‌شدیم در مغازه، وای به حال یارو که اگه مثلا که اون بچه‌ها دیر می‌رسید پاشنه درو می‌کندیم تا مثلا که اون بچه‌ها میرسید. چند بار ما صبح می‌رفتیم ببینیم تا میرسه. بعد تو همون سن کوچیکی مثلا ما جدول تر می‌کردیم برای مجله، جدول تر می‌کردیم، ما هم بلدیم جدول تر کنیم، انقدر مثلا جدول حل می‌کردیم مثلا کارمون بود. این اونسو داشتیم، ولی قبلش همش فراری. جاهل اینجوریه، کسایی که اهل عقل هستن اونس دارن با خیلی کارا، جاهل ها ندارن. ما همیشه تو جهل هستیم، یعنی به هر حال مقداری از جهل همراهمون هستش، آمیختگی داریم. لذا آرزوهایی که بگیم من آرزو دارم مثلا برسم به فلان جا چیکار بکنم، معلوم نیست با سعادت شما تنظیم شده باشه. هر آرزویی نه، حتی هر شغل مباهی هم نه، انسان باید ویژگی‌های خودش رو بشناسه واقعا. چه بسا پزشکی برای یه نفر بتونه کمک خوبی باشه، ولی برای یه نفر آفت بزرگی باشه، به فساد بکشه. دانشگاه برای یه نفر میبینی خیلی خوبه، تحصیلات عالیه، اما برای یه نفر اصلا خوب نیستش. میره دانشگاه هم این خلقش تغییر میکنه، متکبر میشه، فاسد میشه، روحیش خراب میشه، دیگه دینو مسخره میکنه. تو هر اون چند روز نماز میخونه، یه خانمی اومده بود از شاگردای ما،
خانم خوبی هم بود انصافا، خب خیلی محجوب متدین حزب اللهی اینها. بعد چند سالی هم بود میومد سری جلسه زد و دانشگاه قبول شد. دانشگاه قبول شد و یه روز دیدم وقت گرفته اومد برام، گفت خب چیه؟ با ترس و لرز اینها گفت میخوام دانشگاه. آخه میدونی اونجا چیه؟ یه جوری محیطش نمیشه. گفتم حالا چی میخوای بگی؟ گفت چادر سرم نمیتونم بکنم اونجا، من میخوام مانتایی بشن دیگه. گفتم بیا اول بسم الله، این چه درس نامبارکی هست که تو همین نرفته میخواد چادر تو بذاری کنار؟ که الحمدلله خب متنبه بود، آگاه بود، من تنبه بهش دادم. نه الحمدلله خودش هم حفظ کرده، خوب فهمیده بود. یه آقایون دیگه مثلا وضعشون خوبه، متدینا نماز جماعتی اول وقتی نمیدونم هیئتی سینه‌زنی بسیجی چیزی، دانشجو که قبول میشه اصلا این اصلا فرق کرد، روحیه اصلا یواش یواش یه جوری دیگه شد، اصلا خراب. نه بسیجی دیگه، نه مسجدی، نه نماز جماعتی، نه هیئتی، نه عزاداری. بعد یواش یواش اصلا آقا دانشجو میشه براش اوف داره برای امام حسین سینه بزنه، یعنی خیلی بهش برمیخوره. اگه بگی دستو بلند کن سینه بزن، خیلی اگه مثلا تو رود حواسی گیر کنه یواش بیاد اون گوشه بشینه یه چهار تا دستش اینجوری کنه، مثلا اون موقعی که لخ میشد دستشو میبرد بالا دو دسته مثلا سینه میزد میوندار بود، الان براش خیلی برمیخوره که مثلا بیاد برای از سید الشهدا بخونه مثلا، یا مثلا خیلی اوف براش پیدا میکنه که مثلا چیز بشه، یا حالا یا نماز. یعنی الان یه طوری شده اگه فرضاً ما اینجوری الان الحمدلله بعد از انقلاب کمتر شده. اون موقع اگه یه دکتر نماز میخونه همه شاخ در میوردن. اه مثلا دکتر نماز میخونه، من مهندس هم نماز میخونه. و یا اگه مثلا یه دونه یه مثلا ان شاء اللهی میگفت یا مثلا یه انگشتری دستش میکرد عقیق همه تعجب میکردن. دکترها این دکتر خدا رو قبول داره. خلاصه خدا باید خیلی خوشحال باشه که این دکتر قبولش کرده، خلاصه پذیرفتن. مثلا اینطوری بود دیگه، وضعیت اینجوری بود. کما بیش هم الان همچین چیزای هنوز هست، در اذهان هنوز پاک نشده. اگه بخوام حرف بزنم فرضاً با بسم الله الرحمن الرحیم شروع کنم یا مثلا نماز بخونم، خیلی تعجب داره بر بعضیا. خب این چه جور درس نامبارکی است که آدم از هستیش، از حقیقتش، از هویت واقعی ساقط بکنه، از ابدیت بیاندازه. پس باید دید که واقعا با چه دیدی ما به آرزوها نگاه کنیم و به خودمون. این بحثی میاد که ما چقدر معرفت داشته باشیم، خودمون رو چجوری بشناسیم. تا خودمون رو خوب نشناسیم و کامل نشناسیم و اون حد عالی که میتونیم بهش برسیم نشناسیم، همه سعادتامون، همه آرزوهایی که میکنیم ضعیف هستش. یعنی کم میخوایم، پسندیم، بد میخوایم برای خودمون، قوی نمیخوایم، نمیدونیم که ما انسانی به کجا میتونیم برسیم. همه آرزوهایی که میکنیم در همین زندگی، محدوده زندگی دنیایی هستش، بعد از قبر هم هیچ فایده نداره، یعنی در مرگ همش باطل میشه. خب من یه آرزوی کنم، یه کمالی رو مد نظرم داشته باشم که تا ابدیت به دردم بخور. حالا اگر دانشگاه است، با این دانشگاه طوری پیوند برقرار کنم که این دانشگاه تمام بشه یه راه رشد برای آخرت هم. اگر منم کار تجارت هست همینطور. الکاسب و حبیب الله گفتن در مورد کاسب درست حسابی، دوست خداست. اگر نمیدونم تجارت است، بازار است همینطور. اگر نمیدونم دانشگاه است همینطور. اگر حوزه است همینطور. اگر کار آزادی است باز همینطور. به هر حال درست من پیوند بدم این رو و آرزوهای درست بکنم، ببینم من انسانم به کجا میتونم برسم. یکی از بدبختی‌ها، بزرگترین عذاب‌های افراد تو روز قیامت همین هستش که پرده‌ها که کنار میره روز قیامت، انسان میفهمه کجا میتونسته برسه و چقدر خودشو دست کم گرفته، چقدر خودشو پست گرفته بود. با یه حیوان اشتباهی دیگه، شعای آرزوهاش که مثلا نگاه میکنی هی داره میگرده، آخ من این ماشینه رو تو خیابون میبینه، رنگ متالیک ماشین مثلا مدلش بالا، چی میشد ما داشته باشیم؟ بزنم میمن از اینا چی کم دارم، بزنم من مثل اینا بشم. خلاصه میفته. خیلی عقده های این چینی دارن تو دانشگاه میکنین، به هر حال با درس، با پول در آوردن یا با تجارت، کار آزاد، حلال حرام رو قاطی بکنن، خلاصه این ماشینه رو بشینن توش یه زمین عقدهشون کاری بشه. خیلی عقدهشون لباس هستش، انگشت نما شدن هست با لباس. اما تو دین چی؟ در دین ان الله یبغض شهرت اللباس، خداوند از شهرت لباس بدش میاد.
منفور درگاه خداست شهرت لباس. عیسی لباسی بپوشه که مثلا حالا خیلی شیک باشه، خیلی مثلا گرون قیمت باشه، خیلی مدل بالا باشه، همه دستشون هم چه لباسی داره، چقدر خوشگل، چقدر گرون قیمت، چقدر مدل بالا، یا ماشین. اصلا این جور شهرت ها رو خدا هم تنفر داره، چون انسان رو بدبخت میکنه، ساقط میکنه. انسان خودش تو اون ماشین که میشینه میفهمه که دیگه اون نیست، اصلا خودش احساس تغییر میکنه، لذا بر خودش هم و بقیه فرق میکنه. خب این چه جور یه دونه آهن پاره است دیگه، آهن و رنگ و نمیدونم از نفت و از پلاستیک و از این چیزاست دیگه. چهار تا پیچ موره کردن و نمیدونم سر هم کردن، دوخت و دوست کردن، گذاشته شده این، و آدم میره توش از خودش در میرسه یه جور دیگه میشه. خب این چیه که من آرزوش بکنم؟ یا خونه مثلا، فلان خونه یا فلان مبلمان یا مثلا فلان چیز دیگه، تو همه انسان خودش رو با حیوان عوضی میگیره، بعد میفهمه که چقدر اشتباه کرده، چقدر خودش رو یعنی یکی کرده با حیوان. قرآن میفهمد یکی نمیشه، اگه کسی تو این چیزا رو خاص از حیوان پستر استش، چون قوای بالاتر از حیوان داشته و همه رو تعطیل کرده، اصلا شکوفا نکرده اون قوا رو. این ماشینا رو چشش میخوره تو به اینها، آرزو اینا رو میکنه، همچین حریصانه مثل احساس فقر میکنه، احساس ذلت میکنه که چرا ما نداریم. مثلا نباید انسان احساس حقارت کنه، انسانی که خودش رو بشناسه هرگز در مقابل امور دنیایی که فهمود جیفتون و طالبه های کلاب، این مرداریست و طالبه سگه، احساس حقارت نمیکنه. اگر احساس حقارت کردی تو این مسائل، از نمیدونم لباس یک کسی، از نمیدونم خونه یک کسی، حقوق یک کسی، شغل یک کسی، ماشین یک کسی، بدون که خودتو نشناخت و اشتباه کرد. و حال اینطوری هستن، بعضی اونو مثلا تا خودشونو انقدر شناختن که مثلا خوب بخورن. این زندگی ما میکنیم، بعضی ها چه غذاهایی که نمیخورن، چه چیزایی که سر سفرهشون نیست، با این خودشو دیگه میگن تمام هم موقع رفته یه جا. خدا نکنه انسانم قبل از که آمادگی روحی داشته باشه یه موقعی پای یه سفره ناجور در رد شه، یه سفره که توش انواع اقسام غذاها ریخته باشن، اونجا دیگه اصلا آدم روحیش از دست میده، یا یه مثلا جای خیلی شیک و تر تمیزی دعوتش میکنه، یادش بره خودش، خیلی بده. باید بدونیم که اینا شأن ما نیست. از ذات الله جوادی آمولی از وضعه الله تعالی میفهموندن اگر چون پیغمبر صلی الله علیه وسلم به عنوان انسان کامل باید تو همه کمالات از همه افراد بالاتر باشه، امام و رهبر اینجوریه دیگه، و کمالات واقعی بشری از همه باید بالا باشه. ایشون میفهموند اگر پول داشتن و ثروت و این امور دنیایی کمال بود، خداوند از پیغمبر دریغ نمیکرد. پیغمبر باید پولدارترین و ثروتمندترین باشه اگه این کمال بود، در اگه شدیدن پیغمبر این مسائل مورد بغضش بود. و اگر تعریفی هم از ثروت و مال کرده، گفته نعم الان الغنا علی التقوا، ثروت یار خوبی برای تقوا هستش، فقط چون تقوا هست و در جهت تقوا ثروت خوبه، نه مستقل از تقوا، مستقل از ابدیت هیچ چیز اعتبار نداره و همه چیز مضر. مستقل از شأن واقعی انسان همه چیز مضر است، سرگرم کننده است. امام سجاد اسلامی روز براش لباسی آورده بودن، یه لباس خیلی شیکی بود، پوشیدش، یه ذره حضرت همینجوری منومن میکنه، یه ذره میره چند قدمی بعد وای میسه، یه نگاهی به خودش میکنه، بعد درش بود گفت که انی لستو به علی ابن الحسین، من اینو پوشیدم و امگاه علی ابن حسین دیگه نیستم. این لباس در شروع برای همین، این همه گفتن تو شأن خودتون باشه، شأن خودتون رو فراموش نکنیم. خیلی هستن الان عقده های مختلف هست، قرض باره اما میزنه که یکی از این ماشین ها خلاصه بخره بشینه پشتش یه ذره آرامش بده، هشتش گروه نوشه، مشکلات حاد داره اما میزنه تو این کار، نداره لباس درست حسابی بپوشه، یا مثلا کمک پدر مادرش بکنه، یا غذای مناسب بخوره برای بهداشت بدنش رعایت کنه، اما مثلا فلان لباسو مثلا باید تهیه کنه، یا لباسش مثلا باز مشکل داره، قرض میکنه که من این لباس حتما لباسم اینجوری باشه، قرض میکنه که من لباسم اینجوری باشه. اگه الان به جوون بگه آقا لباسو وصله بزن، بعدش ناراحت میشه، وصله بزن لباسو،
بپوشم این شأن من کم میشه. آخه چقدر خوبه روح آزاد باشه از این قضیه. حالا بستم بکنم چه اشکال داره؟ کفش رو یه بار دیگه بده بدوزنش، لباس یه بار دیگه بده بدوزنش، یه بار دیگه بسته بهش بزنه، چه اشکال داره؟ حضرت زهرا سلام الله علیها سلمان میگه، میگه که من آمدم خدمت حضرت زهرا سراغشون حالا برای کاری. نه وقتی چادر سرش رو کردن شمردم که چادر حضرت 12 تا بسته داره. خب حضرت زهرا سلام الله علیها دیگه ما از اون مقربتر کیو داریم؟ از اون بزرگتر کیو داریم؟ از زهرا که امام سلام الله علیه فرمود اگر مرد بود جای پیغمبر بود، قطعا اگر مرد بود جای رسول الله. افت داره برای حضرت زهرا که لباسش بسته بخوره؟ چه افتی داره؟ چون حضرت ارزش رو از تیک آهن و پارچه و نمیدونم موی سر و اتکلن و عطر رو از این چیزا نمیدیده که. اگه واقعا ارزش انسان با این تعیین میشه با مدل عینک و نمیدونم به جای خودکار بیک، بعضیا باید حتی نمیتونن خودکار بیک دستشون میگن، خیلی افتاده برشون، حتما باید برن 500 تومن 600 تومن بدن یه خودنویس بالا بگیرن. اگر این موقع با خودکار نوشتن کس و شنشون. خیلی هستن تو این مسائل میدن تمام عمرشون میذارن تو این کارا، برسن به پست، به نمیدونم لذت جنسی، نمیدونم زن بیشتر، پول بیشتر، غذای بیشتر، لباس بهتر، تمام عمر تو همین مسائل هست. بعضی هستن نه، بعضی اونقدر که از علم لذت میبرن از هیچ چیز لذت نمیبرن. دایب که یکی از طلبه ها میومده بیرون صبح ها یا موقعی که مطلب علمی رو کشف میکرده تو حجره داد میزده، معروف هستی که عین ابناء الملوک من هذه اللذه، کجان شاهزاده ها از این لذتی که من میبرم اونها چه بهره میتونن ببرن؟ با علم مشهور. یکی میبینی یه جوان با قرآن چنان مشهوره که اصلا تو روز اگه چند بار قرآن نخونه آرامش نمیگیره، چنان با خدا محشور هستش که اگر یه ذره دیر گریه بکنه، دیر با خدا حرف بزنه، دلتنگ میشه شده. اینم یا آرزو. عین ابناء الملوک من هذه اللذه، کجا هستن شاهزاده ها از این لذتی که من میبرم اونها برم؟ یا لذت عبادت. خیلی هستن حالا اونو که لذت عبادت رو نمیبره فرقی هم نمی کنه ها، اونی هم که لذت عبادت رو نمیبره مثل به بچه هست، مثلا داداشش فرزن از درس خوندن لذت میبره، اون لذت نمیبره. عبادت هم همینطور هستش. عبادت هم یه شأنی از شؤون انسان هستش که اگر مثلا کسی درکش نکرده نمیدونه حالا این برای چی مثلا سجدهش انقدر طولانی هستش، قنوتش انقدر طولانی هستش، چرا انقدر ذکر راحت میگه، یا زیارت عاشورا مثلا میخونه. یه عده مثلا اصلا براشون مفهوم نیست یه نفر میشینه زیارت عاشورا میخونه یعنی چی، یا اصلا نوار گوش میکنه. بعضی از جوان هم مثلا تو روز یه رو نوار حاج منصور، یه نوار مثلا یه مدای دیگه میذارن گوش میکنن، یا اصلا برشون مفهوم نیم باید ترانه گوش بکنه، باید ترانه گوش نکنه میمیره، اصلا نمیتونه درک بکنه. من دوران جنگ بود که عملیات بدر بود گویا، یه حادثه برام اتفاق افتاد قبل از عملیات، تو ما رو بودن بیمارستان تو همون منطقه، تو اونجا با یه جوانی آشنا شده بودم. من همون موقع فهمیدم این به اصطلاح تو خط بچه ازبولیانی ها نیستش، یه سربازی بود همینطوری به حسب اجرا اومده بود سربازی، اونجا هم زخم معده گرفته بود و اذیتی از زخم معده اونم اردن بیمارستان. اصلا به روش نبودم که اون اونجوری هستش، خیلی راحت باش اتفاقات کردیم، خیلی این مدت دوست شدی به سایه باش. این یواش یواش خب میدید ما دو نماز میخونیم، مثلا دعا بعضی وقتا میشستیم میخوندیم، تو هم بیمارستان مثلا گهگاه میشستیم تو اتاقم زیارت عاشورا میخوندیم، بچه ها میدن سر میزدن، بچه بچه ها میدن سر میزدن، هر کدوم با اون حالای باحال خودشون میدن سر میزدن، میدید این رو. منم هیچ وقتش نمیگوزم که نماز میخونی نمیخونی، همون جوری مثل همون جوری باید بقیه بچه بسیجا رفتار میکرده با اینم همون جوری صفا میکرده. این خوب خودش رو میشناخت دیگه. بعد از این ور میدید ما داریم اینجوری باش رفتار میکنیم، داشت هویت جدید پیدا میکرد، دید که ما روش حساب میکنیم به اون وضعیت. خیلی اونس گرفته بود. بعد حالا کاری ندارم، هواپیما آمد و به سال ما رو آورد، منم حالا خیلی خراب بود تو اون وضعیت، نمیتونستم مثلا از این اسم و آدرس و این چیزا بگیرم. اما لحظه آخر که من داشتم از این جدا میشدم توی بیمارستان، توی آمبولانس بودیم که منم میبردم توی بیمارستان، دیدم شدید داره گریه میکنه. بعد میگفتش که
با گریه من اونی که تو فکر میکنی نیستم، داد میزد گریه میکرد توی ماشین. من چند وقت توی بیمارستان نوار گوش نکرده بودم، نوار موسیقی داشتم، میمردم. مثلا من میمردم، مثلا مثل سیگاری یه معتاد که مثلا اگه نرسیده باشه بهش اینجوری باشه. گفت من اینجوری، گفت اولین حزب اللهی هستی که من تونستم باش انس بگیرم. حالا حرفای دیگه زد که بعد این خرابی حال ما و نوع تفاوت نوع بیماری هامون جدا کرد ما رو، در حال ما هم ندیدیم بنده خدا، خدا هر جاست موفقش کنه. ولی مثلا این جمله که من ندید چند وقت چند روز نوار گوش نکردم، خب این یعنی چی؟ این از این لذت میبره یا میبرد؟ یکی میبینی اگه نماز نخونه اینجوریه، یکی میبینی اگه زیارت عاشورا یه هفته زیارت عاشورا نخونه اصلا دلش غم آدم دلش میگیره. وقتی وارد جلسه هیئت میشه چنان آرامش بهش دست میده، چنان شعف شور روشنایی دلش میگیره که نه. مجلس عزاست ولی شادی معنویت غیر از شما در روز عاشورا هم شادی داری، باز شادی معنویت داری، درست دلت عزادار است برای سید شده، اما اون غم خیلی شادی داره. بعضی از غم ها هست به قدر لذیذه، به قدر این غم ها لذیذ است که نه، خدا نصیب کنه این غم. انسان غم داره اما این غم انگار که شالوده این غم رو با شادی شد درستش کرده. یکم این هست، این غزل مرحوم الهی قمشی رو براتون امشب بخونم. امشب میخوام کامل غزل رو براتون بخونم، حالا اگه قبلا ناقص خوندم امشب این غزل رو کامل بخونم. دقت کنید به این غزل. ببین خب مثلا اینم یه آدمه دیگه، اینم یه آدمی هست تو بقیه آدم. من طائر قدوسیم، مرغ گلستان نیستم، مست می لاهوتیم، لاهوت عالم بالا رو میگم، عالم اله رو میگم، مست می لاهوتیم زین می پرستان نیستم، حور است و قلمان چاکرم. حور و قلمان، قلمان اون جوانهای بهشتی رو میگن که در بهشت خادم اهل بهشت هستن، دوستان و جوانان زیبای بهشتی که خادم هستن به عنوان غلام و خادم بهشتی ها. یطوفون علیهم ولدان مخلدون به اکواب و اباریق، قرآن میفهمون که این بچه ها و نوجوان ها و جوانان زیباروی بهشتی اینها یطوفون علیهم دور مؤمنین میگردن به اکواب و اباریق، با این پارچ ها و کاسه های شراب که به اینها شراب میدن. حور هم که اون زنهای بهشتی هستش با اون اوصاف خاص خودش. حور است و قلمان چاکرم، این چاکر من هست. ماه هست و انجم در برم، خورشید چرخ اخضرم، شمع شبستان نیستم. وقتی کسی با خودش یه همچین دیدگاهی داشته باشه آرزوهاش رو میره آرزوهای حیوانی بکنه. از مهرت ای خورشید جان، چون ذره ام هر سو روان، مجذوب حسن دیگران ای ماه خوبان نیست. من عاشق حسن دیگران نیستم، دل من رو نمیتونم ببرم. یار دلارام دل برده از ما، آرام و آرام الحمدلله. اون دل برده دیگه، من دلی ندارم که اینو بخوام ببرم. من برم توی خیابون دیگه دلی ندارم که بخوام ببرم. وقت دل سالمه، ایمنه دل، چون دل پیوند خورده به جای قرص و محکم. اما اونا که دلشونو با ارزش‌های واقعی پیوند نداده باشن، وقتی دلشونو میارن توی شهر یا در یه مجلس یا یه جا، مثل خاشاکی روی آبه، هر جا موج بیاد دلشون اون طرفی بیاد. یه روز اینو میخوان، یه روز اونو میخوان، یه روز حواس اینو میکنن، یه روز حواس متضادشون میکنن، یه روز یعنی فقط خوششون میاد، یه روز بعدشون میاد. اصلا همین قرار و آرامش ندارن، مضطرب. یک دله صد دله، یه گفت ای یک دله صد دله، دل یک دله کن یه دلشو. از مهرت خورشید جان، چون ذره ام هر سو روان، مجذوب حسن دیگران ای ماه خوبان نیست. هر روز چون آه سحر گردم به کویت در بدر، شاید نمایی یک نظر، نومید ز احسان نیست. گر من فقیرم هر شبی، دارم ز یارب یاربی، جشنی نوایی مطربی، کمتر ز سلطان نیست. اصلا سلطان کجا؟ این سحر اینا کجا؟ شب اینا کجا؟ ذکر اینا کجا؟ سلطان کی اصلا خواب میتونه ببینه همچین لذت هایی؟ سلطان خواب ببینه، پاچه مرغ خواب میبینه، نمیدونم
یه ذره گوشتی، یه ذره نمیدونم سیبی، نمیدونم گلابی، از این حرفا اینه که مثلا خر لذت میبره از خوردنشون، گاو لذت میبره از خوردنشون، سگ و گرگ لذت میبرن، گوشت دیگه از اینا. شاه کجا؟ این کجا که من اگه فقیرم، گر من فقیرم هر شبی، دارم زیارب یاربی، جشنی نوایی مطربی، کمتر ز سلطان نیست. واقعا کجا که انسان انس با خدا داشته باشه؟ یه در رو خدا فکر کنیم، ما وقتی میگیم خدا صادرت نشیم، رب العالمین، خالق همه جهان خلقت، آدم با شخص اول عالم وجود رفیق باشه و انس بگیره و بتونه باهاش حرفشو بزنه. یه ذره سر بزنیم به این مناجات اهل بیت علیهم السلام با خداوند تعالی. این کجا که انسان با اون انس داشته باشه، خدا با این انس داشته باشه، با هم بدوستون داشته باشن با خدا. بعد این کجا یه نفر مثلا گرفتار جیفه باشه، گرفتار مردار باشه. خیلی فرق داره. این خاکیان تیر دل، مستند و غرق آب و گل، من دل بران ماه چگل، بستم که از اینا نیستم. من از اینا نیستم خودم رو اینقدر پست کنم بیام دنبال این چیز دارم. بعضی ها از این جوان ها ما میبینیم مثلا خودشو کشته، مثلا من میبینیم حالا برای چی خودکشی کرده؟ دختره رو میخواست بهش ندادن، رفته پیت حل نمیدونم نفرخته رو خودش رو آتیزه. مثلا چقدر سقوط برای یه بشر. یکی هم مثلا بلال حبشی هستش، بلال حبشی سیاه پوست، که زبانش هم درست نمیگشت، کلمات رو بعضیش اعداد درست نمیتونست بکنه، میره اتفاق خواستگاهی که از دختره زیبای شهر. چقدر عزیزه این که ولی الله عزت و ولی رسولهی ولی المؤمنه، عزت برای خداست و رسولش مؤمنه. میگه که ان تزوجونا فالحمدلله و ان لم تزوجونا فالله اکبر. اگر به ما میری دخترتون رو خدا رو شکر، نمیدید خدا بزرگ. نمیگه اگر ندید من در شکست میخورم، نمیدونم میرم خودمو میکشم، از پشت بوم میندازم، نمیدونم تیکه تیکه میکنم، هم خودمو میکشم هم تو رو میکشم. مثلا الان اینجوری هست و ما تو این مشاوره ها میبینیم، اگه من نمیاد مثلا پسر اینجا نشسته، مثلا بشه گنده سر آدم تعجب میکنه، به خدا اگه ندنش بهم هم خودمو میکشم هم اصلا اسید باشم تو چشم اون که هیچ کس دیگه نگاهش نکنه. مثلا تفکرات اینجوریه، مثلا خودش دار بزنه، بسوزونه، کارا اینجوری. خب این برای نسلش نمیشه، خودش گرفتار بدبخته، جاهله، ارزش خودش رو نمیدونه، بچه‌ست، روح ضعیفه. این خاکیان تیر دل، مستند و غرق آب و گل، من دل بران ماه چگل، بستم که از اینا نیست. گرزار و بیمارم چه غم، شادم به هر رنج و الم، با درد عشقت ای سنم، محتاج درمان نیست. خود مرحوم الهی قمشه‌ای بهش گفتن که آقا دوست خونه شو زده بود، مرحوم قمشه‌ای هستش، الهی قمشه‌ای رحمت الله علیه، غزل مال ایشون هستش، بهش گفتن دوست خونه تو زده، گفت حلالش، من اصلا حال ندارم قیامت وایسم معطل این چیزا بشم، اونجا بیکار نیستم قیامت، یعنی اونجا خیلی کار دارم با خدا، من وایسم میام یقه میام الان مثلا تلویزیون کجا بودی، فرشته کجا بودی، یالا مثلا وایس کولی به من بده اینا. این چیزا نمیگه اصلا، از این حرفا نمیزنه. خب دیگه اونجا این مثلا که شما خودتون مثلا 10 تومن مثلا یه موقعی فرزن یه مجلس مهمی دارید، یه نمیدونم جلسه محترمی هست، شخص محترمی هست آمده پیشتون، میبینید که چجوری از مایه میذارید که مجلس محترم، حالا مثلا دو تومن شما هم گم شد، وای میشید اونجا زیر دست و پا دو تومنتون رو پیدا کنید، کسی وای نمیشه اونجا این کار بکنه، که آدم یه شخصیت بزرگی پیشتون هست، میخواد پیش اون باشید تو محضر سلطان، که آدم دنبال اینم چهار تومن پولی گم شدهش نمیگردید. بچه ها برعش، بچه ها برید تو مجلس شاه، بچه های تو مجلس شاه، اصلا کسی که شاه رو تحویل نمیگیره، بچه اونجاست که جلو شاه مثلا انار هست، سیب هست، چند چشمش به اون است، شاه روشو به هر گردون برین یه تک بزنه مثلا انانه رو برداره، اینجوری دیگه. بچه اینه، شما برای توی مهمونی ها بچه ها اصلا به قول امروزی ها پرستیج رعایت نمی کنن، کسی کاری نداره اصلا با این چیزا، که اون مثلا حواسش به اون بچه اینجوریه، نه آداب رعایت میکنه، نه زشته و بعد مادر هی اینجوری میکنه، نمیدونم جز جگر زده، ذلیل مرده، آخه این چه کاریه میکنی؟
بعد میبینی که بحثی اصلا توی این نخواه نیست، فکر این هستش مثلا یه موضوع برداشته موضوع دوم هم خلاصه خونسا کنه تو این وادی هستش ولی خب مثلا آدم بزرگا که میرن همچین میشینن، چون اگه دلشون هم بخواد بیچاره هم ساکت میتونن. یا بعضی وقتا اینقدر مجلس محترم هست که اصلا کسی هوس این چیزا به سرش نمیزنه، اونقدر مجلس بار داره، اونقدر مجلس تغذیهش از طریق دیگه داره صورت میگیره، تغذیه معنوی اونقدر داره، اونقدر غذای معنوی توش هست که اصلا انسان هوس غذای حیوانی نمیکنه. موسی علی نبی نواله و الاسلام وقتی رفت کوه طور 40 شب که اونجا بود، موقع برگشتن آب و غذاش دست نخورد. روح به یه جایی که تعلق میگیره اینطوری هست که لذت ها و نمیدونم این مظاهر حیوانیت اصلا رنگ خودشونو میبازن. روزی الهی مرغ جان بیرون رود زین آشیان، بینی مرا با عرشیان، زین ملک و سامان نیستم. من اونجا هستم، من برای اونجا هستم. خب ببینیم ارزش انسان به چی هستش، اینو توجه بکنیم به این مسئله. یکی مثلا با خدا اونقدر انس داره، یکی بعد اونایی هم که با خدا انس دارن روحشون بزرگ میشه، اهل بخششن، اهل عفو، مسائل دنیایی اذیتشون نمیکنه، حرص و جوش نمیکنن سر مسائل دنیایی، چرا من به اون بیشتر، به من کمتر، نمیدونم چرا اصلا کاری ندارم با چیزا. خودشون حواسش زیرکن، سرشون اصلا پایین دارن، حسابی لذت خودشون میبرن، حال خودشون رو میکنن، با اینایی که دارن بازی میکنن و نمیدونم این چیزا کاری ندارن، هیچ کاری ندارن. حالا این گرفت ماشین خونه یالا بودو منم، نه اصلا عجله نداره، اون میدونه هر چی نرسه بهش پسنداز میشه برای آخرت، چون به هر میلی که دل خواهی سپرد از تو چیزی در نهان خواهند بود. وقتی موازنه است بین دنیا و آخرت، من چرا بودم دنبال دنیا؟ وقتی موازنه است، وقتی من هر چی دنیا بیشتر بخورم از آخرتم کمتر میشه، چه دوندگی دارم؟ منم حتما مثل اینا بودم برسم به فلان چیز. لذا پیغمبر نمیدونه، حضرت زهرا نمیدونه، امیرالمومنین علیه السلام نمیدونه. تازه اگر فکر مال هستن، مالو میگیرن و از این مال آخرت درست میکنن، نه دنیا درست میکنن. تا آخر زندگیشون رو ما مطالعه کردیم، دیدیم دیگه. ببینیم خداوند ارزش انسان رو به چی معرفی میکنه. ارزش انسان به این هستش که میتونه به اون مقامات عالی برسه. ببینید خلیفه خدا شوخی نیستا، خلیفه خدا نماینده من بشی، جانشین من بشی، مثل من هر کاری که من میتونم بکنم بکنی. مثلا در بهشت اینجوری میشن دیگه، اونا که میرن تو بهشت یه عدهشون هم تا نه همشون میفهمن، اینا تو بهشت به محض که اراده یه چیزی میکنن همون چیز براشون ایجاد خواهد شد، خلق میشه براشون، خودشون هم خلق میکنن، نه که خدا خلق کنه براشون، خیر خودشون خلق میکنن. بعضی‌ها میارن تو بهش میگن آقا این کاخ شماست، این همسر شماست، این نمیدونم جایگاه شماست، این نهر شراب است، این نهر عسل هست، این نهر شیر هست، این نهر آب هست، اینایی که در قرآن آمده. بعضی قرآن میگه نه، میگه یفجرونها تفجیرا، اینها نمیرن بگن که این نهره، که تو بهشت هستن هر جا اراده کنن نهر همونجا براشون ایجاد خواهد شد، نهر ایجاد میشه، خلق میکنن نهر رو هر وقت خواستن، شراب خلق میکنن هر وقت اراده کردن. ها اینا بازم حیوانیته، اینا هم حتی حیوانیت هست. ما بهشت هایی داریم یا بهشتی داریم که مخصوص افرادی هستش که فقط خداوند اصلا با امورت غیر از این مسائل از افراد پذیرایی میکنه. این جنتی که در بهشت آمده یعنی چی؟ فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی، بهشت من، نمیگه جنات عدن فردوس، از این حرفا نیست. بهشتی که مخصوص خداست، یه عده مخصوص میکنه فقط. پذیرایی که خدا میخواد بکنه از اونا چجوری هست؟ اینکه انسان بدونه تا بی نهایت راه رشد داره، خب خودشو معطل میکنه همچین جایی، و اینو یه جوان باید همون تو جوانی بفهمه که کجا میتونه بره، ولی عمرشو تلف میکنه و بعد که تازه بزرگ میشه میفهمه یه کاری ازش برنمیاد. یه ضرب المثل فرانسوی هستش، ضرب المثل خوبی هست، میگه ای کاش جوانان میدانستند و ای کاش پیران میتوانستند. یعنی تا وقتی جوانند میتونن، نمیدونن باید چیکار کنن، وقتی پیر میشن میفهمن که باید چیکار کنن، دیگه نمیتونن کاری کنن.
جوان باید بفهمه، همون سنین جوانی و نوجوانی انسان باید بفهمه که ارزشش به چیا هستش، دنبال بازی نره، عمرشو تلف نکن. این آیه رو بخونم تمام کنم. لقد من الله، ببین خداوند ارزش انسانو به چی معرفه. لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال. خداوند منت گذاشت بر بنی آدم و بر مؤمنین، منت گذاشت که از میان اونها پیامبری رو مبعوث کرد از خودشون که تزکیه کنه اونها رو، یتلو علیهم آیاته، آیات خدا رو بر اونها بخونه و تزکیه کنه اونها رو و تعلیم کتاب و حکمت کنه. ارزش انسان رو به حکمت، به حکیم شدن، به تزکیه، به پاک شدن معرفی میکنه. واقعا انسان انقدر ارزش داره که خداوند یه شخصیتی به بزرگی پیغمبر براش فرستاده، بعد ما اصلا این شخصیت و الگو رو بذاریم کنار، بعد بیافیم دنبال این که کی داره چی کار میکنه، من از اون مدل موهای سرم و لباسم و غذا خوردنم و ازدواجم و کارم از اون یاد بگیرم. بابا بزرگترین شخصیت تاریخ بشر رو خدا گذاشته برای تو به عنوان الگو، و لکن فی رسول الله اسوه حسنه، یه همچین شخصیت بی نظیر رو گذاشته، بعد ما حالا دنبال این ورم این و اون داریم میگردیم. خب این حماقت نیست، این جهالت نیست؟ و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، چه کسی از دین پیامبر و از آیین ابراهیمی روی برمیگردن مگر کسی که سفه نفسه، سفیه باشه و دیوانه باشه. امیرالمومنین گذاشته برای سید و شهدا گذاشته، شخصیت‌ها، این همه شخصیت‌ها عالی، یه شخصیتی بزرگی امام زمان علیه السلام. امام زمان شخصیتی است که تمام کمالات و مزایای معصومین رو در خودش جمع کرد، از اول آدم تا خود خاتم صلی الله علیه و جمع کرده تو خودش. یه شخصیت اینجوری هزار سال داره خونه دل میخوره به خاطر ارزش ماها. بعد ما اصلا حواسمون نیست امام زمانی هست، حواسمون نیست میتونیم باشه ارتباط برقرار بکنیم، حواسمون نیست که میتونیم باشه مناجات بکنیم، حواسمون نیست که بتونیم باشه دوست بشیم، محبوب ما بشه، ما محبوبش بشیم. ببینیم ارزش انسان خدا به چی معرفی میکنه، عوضی نریم. یه شخصیتی بین بزرگی امام زمان لسه، پس ما بریم از این اون تقلید بکنیم، از انسان های ناقص، آلوده، جاهل، تلف شده اینا رو بکنیم الگوی خودمون. من میخوام مثل این شه. به حال باید تو اینا تفکر بکنیم، در آیات قرآن، در ارزش انسان، در این دعاها توجه بکنیم که ما به کجا میتونیم برسیم. بحث بعدمون انشاءالله در مورد رضایت هستش، که آیا سعادت مساوی با رضایت خاطر هست یا نه. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.